دیدبان حقوق بشر طالبان رسانه ها را سرکوب و خبرنگاران را تهدید به مرگ می کنند اعلام موجودیت جبهه مقاومت در ولسوالی بگرام فرش جبهه مقاومت ملی در حال پهن شدن در سی و چار ولایت است نخست وزیر برکنار شده سودان به با قدرت بازگشت تصادف مرگبار در بلغارستان 45 نفر را کشت به نام خداوند بخشاینده و میربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید لطفا تا آخری ویدیو با ما باشید سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارش تازه از وضعیت وخیم رسانه ها و در برخ موارد تهدید به مرگ خبرنگاران منتقد از طالبان خبر داده است با گزارش نیکس سازمان دیدبان حقوق بشر یومن رایتس Watch در تازه ترین گزارش خود گفته که طالبان در برخ موارد خبرنگاران منتقد را به مرگ تهدید کردند. این نهاد در گزارش خود به یک نمونه از این تهدید اشاره کرده که در آن آمده معاون ولی طالبان در یکی از ولایتها به خبرنگار که از بازرسی خانه به خانه و از طالبان گزارش داده بود گفته است اگر بار دیگر چنین گزارش را پخش کند او در میان شهر حلقا و خواهد شد این در حال است که وزارت امر معروف نه از منکر حکومت سرپرست طالبان بر روز یکشنبه شنبه سیوم اقرب با انتشار ادلایه محدودیت های جدی بر تلویزیون ها وضع کرده است. گفتنی است که آزادی رسانه ها در 20 سال گذشته جز دستاوردهای مهم مردم افغانستان خوانده می شود. طالبان در دهه 1990 میلادی نیز نشرات تلویزیون ها را در افغانستان به گونه کامل منع کرده بودند اعلام موجودیت جبهه مقاومت در ولسوالی بگرام گروه از جوانان با نشر ویدیوی حمایتشان را از جبهه مقاومت ملی اعلام نموده و میگویند که این گروه در ولسوالی بگرام ولایت پروان به فعالیت آغاز کردند با گزارش اسپوتنیک در این ویدیو که به تازگی در صفحات اجتماعی مربوط به جبهه مقاومت ملی منتشر شده نشان میدهد که شمار از افراد با چهره های پوشانده حمایت خود را از جبهه مقاومت ملی اعلام میکنند آنان میگویند که بر رهبری احمد مسعود در ولسولی بگرام ولایت پروان در برابر طالبان مقاومت خواهند کرد این گروه چریکی مقاومتگران تاکید دارند که برای آزادی و عدالت مبارزه می کنند جبهه مقاومت ملی پس از سقوط دولت پیشین توسط احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود فرمانده سابق جادی در پنشیر ایجاد شده و اخیرا فعالیت های خود را در چندین ولایت دیگر گستره جاده و بر علی طالبان می جنگد این جبهه می گوید که برای آزادی عدالت و دستیابی به حقوق اساسی تمام مردم افغانستان در برابر طالبان مقاومت می کند ضربات کوبنده جبهه مقاومت به پیکر طالبان در شمال صبح دیروز چهار فرد به نامهای عبدالمجید سمد عبدالرعوف و کریمداد خراسانی از نزدیکان حمید خراسانی توسط نیروهای مقاومت دستگیر و تعدادشان نیز کشته شدند. معاون والی طالبان در پنشیر نیز کشته شد. فرش جبهه مقاومت ملی در حال پهن شدن در 34 ولایت افغانستان فرش جبهه مقاومت ملی در سر تا افغانستان پهن می شود و همه شاهد یک تغییر خواهیم بود. نخست وزیر برکنار شده سودان به قدرت بازگشت. نظامیان سودان در پای اعتراضات گسترده مردمی به کودتای نظامی و میانجیگری سیاستمداران، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران عبدالله حمدوک نخست وزیر برکنار شده را به سمتش بازگرداندن خبرگزاری افاق طبق توافق انجام شده در روز یک شنبه قرار شد که همه بازداشت شدگان سیاسی بعد از کودتای نظامی نیز آزاد شوند ارتش سودان بر رهبری جنرال عبدالفتاح البرهان روز سوم آبان با توسل به کودتا دولت انتقالی و شورای حکومتی در این کشور را که متشکل از نظامیان و غیر نظامیان بود منحل کرد و از زمام امور سودان را در دست گرفت. از زمان قیام مردمی سال 2019 که منجر به برکناری عبدالبشیر از ارتش شد، این کشور توسط دولت مرکب است نمایندگان نظامی و غیر نظامی اداره می شد اعتراضات به این کودت های ملی نزدیک به یک ماه گذشته بیش از چل کشته بر جای گذاشت بر اساس توافق که با میانجیگری گروه ابتکار ملی حاصل شده است آقای همدوگ ریاست دولت را برای یک دولت انتقالی ادامه خواهد داد نخست وزیر دوره انتقالی دقایقی بعد از امضای توافق اعلام کرد که این کار را برای جلوگیری از خونریزی های بیشتر انجام داده است و از معترضان خواست که توان خود را برای بازسازی کشور صرف کنند با این حال اعتلاف غیر نظامی که قدرت با نظامیان تقسیم شد اکنون میگویند مخالف هر گونه مذاکره با کودتاگران است و خواهان ادامه اعتراضات مردمی شده است تصادف مرگبار در بلغارستان 45 نفر را کشت در پی یک تصادف بس مسافربری و آتش گرفتن آن در غرب بلغارستان 45 نفر از مسافران کشته و دست کم هفتن دیگر دچار سوختگی شدید شدند با گزارش خبرگزاری روی ترس این رویداد در شهرهای در غرب بلغارستان رخ داد و هنوز چگونگی و قیادسه معلوم نید در گزارش آمده که تصادف بحث مسافر بری سبب وقوع تشتوزی شد و در نتیجه آن 45 نفر کشته شدند بر بنیاد گزارش دوازتن افراد قربانیان بودند و هفت نفر هم با آثار سوختگی به شفاخانه در سوفیه پایتخت این کشور منتقل شدند تصادف ساعت دوی بامداد به با وقت محلی رخ داد و راههای منتهی به محل سانحه مزدود شده است شرکت برق بریتانیایی سریعترین هواپیمای برقی جهان را ساخت. شرکت بریتانیایی رولز ویلز اعلام کرد که سریعترین هواپیمای تمام برقی جهان را ساخته و سرعت از اکثر آن 623 کیلومتر بر ساعت است. به گزارش سی این این هواپیما رونو آوری نام گرفته و تای پرواز به حد اکثر سرعت 623 کیلومتر بر ساعت یعنی 387.4 مایل بر ساعت دست است. رولز ویلز در بیانه اعلام کرد هواپیمای مسکول روز 16 نوامبر در کال سه رکورد جهانی ثبت کرده که یکی از آنها دستیابی به سرعت 354 مایل بر ساعت در مسافت 1.86 مایل است. از اینکه تا این دن با ما بوده جان سپاس تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یکانم سپارم.